با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی در کانادا. در بخش حرفه‌ای‌های پرژن اوارز در خدمت سخنران بسیار عزیز امروزمون جناب فرشاد رمضانی میباشیم. در مورد موسیقی راک، یه تعریف خیلی سطحی و کلی از موسیقی راک فراگیر شده که از هر کسی بپرسی موسیقی راک چیه، بلافاصله میگن خب موسیقی اعتراض دیگه، همونایی که داد میزنن. آواز را نسل محمد رضا صادقی و خانم ها سمی کارپیتیان فرا گرفت. موسیقی راک از ابتدای شکل گرفتنش با توجه به مسائل روز اون دوره تاریخی و گرفتاری ها و درگیری های بشری به سه عنصر اصلی مانیفست خودشون رسیدن: عشق، صلح و آزادی. در 15 سالگی به آموختن درام روی آورد و سرانجام در 20 سالگی با انتخاب گیتار باس راه خود را در دنیای موسیقی ادامه داد. همیشه ما درگیر این چلنج و مشکل برای اخذ مجوز اجرا بودیم. در زمینه اخذ مجوز راجع به آلبوم ها هم ما درگیری داشتیم و مشکل داشتیم که خودشون هم فرمودن 10 سال در واقع طول کشید. ترانه یا شعر بایستی مجوزش رو بگیره، بعد به صورت مستقل موسیقی مجوزش رو میگیره، بعد یه شورای تطبیق داره که 2 مرتبه موسیقی رو با شعر تطبیق میدن، تقریبا میکس شده، تموم شده و اگر اشکالاتی داشته باشه از هوشمون استفاده کنیم که دیگه دوچار یه سری ممنون کاری ها نشیم. توضیحات خیلی خوبی دادن و من فکر کنم این آندرگراند بودن ماها این زیبایی رو داده به این کار و اعتبار بخشیده. هم اونایی که متاسفانه برخورد میکنن و مثلا میان کامنت میذارن میگن که من میگم راک فارسی نداریم، تمام. نه، با این آدما هیچ صحبتی ندارم. برای پرشین راک بودن، برای تولید اثری که بشه بهش پرشین راک گفت، دارن فعالیت میکنن. به نظر من میتونن خیلی موفق باشن، به خاطر اینکه اون طرفی ها هم خب موسیقی استاندارد خودشون رو که گران کلوفتایی دارن که با چشم دلشون سیره، اونا تشنه اینن که این چیز جدید بشنون. تونستم یه برنامه درباره راک فارسی و تاریخچه راک فارسی بسازم و اون روزی که آقای رمضانی رو نزدیک دیدم واقعا باعث افتخارم بود و باورم نمیشد. ادامه دادن اصل منبع انرژی خود موسیقی بود و در کنارش تشویق‌ها و محبت‌هایی که دیگران می‌کردم.